اولش قطعا مورد نظر برنامه ماست. 50 دقیقه از 7 صبح گذشت. کوتا پایان برنامه، کلی وقت داریم. طلوع صبح، امید و زندگی، شادی و نشاط، مهربان مهربان. خب یه مهربان ارجمند، یه دوست صمیمی، جناب آقای رضا شیخ محمدی که الان پشت خط ارتباطیمون هستن از زاویه نگاه هنرمندانشون. سلام، صبح بخیر آقا رضا. درود، عرض ادب. به نام لطیف و خبیری که به تعبیر آیه 103 از سوره انعام دیده ها از دیدنش عاجزند. به هوشم و به گوش آقای اجرا. آقای قشنگ بود آقا رضا. آقای اجرا، آقای شیخ محمدی، شما اهل این هستید که کار امروزتون همین امروز انجام بدید یا نه گاهی وقتا هم کار امروزتون میندازید برای فردا؟ هر شبت که آقا میگن کار امروزو به فردا مفکن، قصهش اینه، اگه سال دیگه کنکور داری خب برنامه ریختی که روزی یه صفحه بخونی، اونجوری انجام میدن دانش آموزا. خودتو به این کار ملزم کن، بپا دوچار تسویف نشی، یعنی امروز فردا کردن. این عارضه بیاد وسط و صفحه سهم امروزو بندازی فردا، حالا بگی کوتا سال دیگه، مثل الان که گفتی کوتا انتهای برنامه، خطر شروع میشه. فردا باید دوبله بخونی، بارت سنگین تر میشه. اینجوری پیش بری در یه چشم هم زدن سال تموم، کل تکالیف تلمبار میشه برای شب امتحان. پس خانش هر صفحه رو برای فردا ننداز. این یک. از اون ور حالا نکته شیخانه یه که من همچه تو هر برنامه یه تیکه میگم که خاص خودمه، کار فردا رو هم به امروز ننداز. این دیگه چه سیغه است آقای آشیخ؟ ببینید، خیلی وقایع باید در زمان خودش اتفاق بیفته. الان دوره‌های زندگی من و شما، کودکی، جوانی، پیری، اینا هر کدوم مختزیاتی داره. بچه درسته نباید خیلی وقتشو به بازی و سرگرمی تلف کنه، اما در حد متعارف اگر بازی گوشی نکنه میگن مریضه. بالغ شدن درسته نشانه کماله، اما زودرسش هم خوب نیست. سبیون یتشیخ نباش، یعنی بچه‌ای که به کلی بخواد ادای بزرگا رو دراره درست نیست. بزرگ شدن زمان داره. خب عجله نکن، چون میگن چو فردا شود فکر فردا کنیم. خب حالا عنایت کنید، ما در ظرف امروز زندگی میکنیم، ابزارهای دیدن فردا در اختیار ما نیست. الان ما ببین کجاییم، حالا من یه چیز کنم، من الان جی پی اس هم روشنه، ما کجاییم الان؟ داره اینو میگه جی پی اس، ما شکم مادر رو رد کردیم، خب توی اتوبان دنیا هستیم و روبرومون حیات پس از مرگ. قرآن هم میگه باید به این حیات پس از مرگ مؤمن بود. خب اما چجوری مؤمن باشیم؟ ما که ادواتمون محدوده، بردشون کمه، خبر دارید ما حتی از حیوانات هم ضعیفتریم. چشم ما 7 برابر از چشم گربه در تاریکی ضعیفتره. خب لذا کار خیلی سخته. چرا؟ چون هم تو باید مؤمن باشی به غیب، اون حیات پس از مرگ پیش روز، هم نباید زیادی جلو بری. چرا؟ چون ما هنگ میکنیم، ادواتمون کامل نیست. لذا مردم، نکته اینجاست، وقتی می اومدن از پیامبر در خصوص قیامت سوال میکردن، خیلی وقتا دست خالی برمیگشتن. از پیامبر میپرسیدن ایان مرساها، قیامت کیه؟ سوره نازعات آیه 42. قرآن میگه که یه جوری از تو میپرسن انگار تو بلدی، که انک حفیون انها، اعراف 187. نه بابا برو به اینا بگو که منم این شما، چه میدونم کیه قیامت؟ ان ادری اقریب ام بعید، انبیاء آیه 109. یعنی دانشش دست خداست، لا یجلی حال وقتها الا هو، اعراف آیه 187. این یعنی چی؟ یعنی بندگان خدا برید دنبال کار زندگیتون، وقت گیر آوردید. من گفتم به غیب مؤمن باشید، اما نه که اینجوری خودتون رو درگیرش کنید. عجب. پس ما چی کار کنیم؟ به قول قزوینی‌ها ویلون سیلون میشیم. که چاره اینه که ما با همین ادوات ناقصی که عرض کردم، همین حواس چندگانه، خیلی کارا میتونیم بکنیم. آقا جون چی کار داری اونور دیوار؟ چه خبره؟ اونو بیراخ. چشم مگه تو نداری برای دیدن؟ پا نداری برای راه رفتن؟ برو به چرخ در وسعت کره زمین.
آقا این اهرام مصر، این دیوار چین، این معبد جوپیتر در بلبک، این موزه لوور رو برو بگرد، عجایب هفتگانه جهان، اینا سهم ماست، سهم من و توست، اینا رو ساختن برای تو. بله، حالا خارج نمیتونی بری، عجایب خود دنیای وطن، وطن خودمون رو برو بگرد، قلعه فلک الافلاک رو، تخت جمشید رو، پاسارگاد رو. ببینید ما خدا رو که نمیتونیم ببینیم با چشم سر، زور بی خودم نباید بزنیم. لا تدرک ول ابصار، آیه اول بحثم. لا عجیبه، حالا یارو مینیاتور زیبا دم دستشه، اونو نمیبینه، از دور خدایا میکنه، این خنده‌دار نیست؟ بابا همین خدای توی دیگه، این مینیاتور زیبا رو برو نگاه کن، حتما باید بالاش تابلو زده باشن که به سرای معنویت خوش آمدید، تا این آقا یکم به خودش بیاد. آقا جون تو باریک بین باش، همه جا تبدیل به زیارتگاه میشه. گوش داری؟ خدا به تو گوش داده نغمات قراء اعجوبه مصری رو، تحریرهای کوکب و شرق رو آنالیز کن، ببین چه معجزه اینا خلق کردن. بینی خدا بهت داده، بله ناقص ابزار باشه، شمیم گلها، حتی من میگم عطرهای دستساز بشری رو بو بکش، لامسه خدا بهت داده، فشتیهای مخملین رو لمس کن، خدا قابل درک نیست؟ بله اینا که قابل درکن. البته وجه مشترک این زیبایی ها رو پیدا کن، نخ تسبیح نامرئی رو رهگیری کن و همونو بپرست، هر اسمی الان میخواد داشته باشه، این الان وظیفه توست. خیلی ها میبینی تلاش میکنن برای رویت زود هنگام عالم غیب، اون زوده برات. بله سبیون که ایت شیخ نباش، بله با سلامتی، حالا فردا که به قول ترکا ما گله به اصطلاح با خنده از دنیا رفتیم و چشم برزخی پیدا کردیم، به قول قرآن کشف قطاع اتفاق افتاد، اون موقع ما تیزبین و حجاب دریده میشیم، اونجا میتونیم در خدمت زیارت غیب هم باشیم. اما کار فردا رو به امروز موکول نکن، یعنی بلوغ زودرس ممنوع. زمینه که کار امروز رو هم به فردا میفکن، چون کنکور در پیش است. عرضم تمام. خیلی متشکرم آقای شیخ محمدی. دوستان عزیز شنونده عرض بکنم که هنرمند حسن خطاط، نقاش، اجرا میکنن یه جاهایی، بعد آواز هم دستی دارن برش. خلاصه آقای شیخ محمدی متشکرم، خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم امروز هم. من هم همینطور، خداحافظ. خداحافظ. 7:58 صبح، این یعنی این که دیگه باید کم کم خداحافظی بکنیم براتون باهاتون. گفتن یکی را گفتن چرا کارات پیشرفت نداره، گفت کار امروز را انداختم به فردا. آرمین روشنی از کوه دشت، امید از کرج پیامت رسیده، خیلی های دیگه که من همینجا نگه میدارم با احترام تمام، فردا انشاءالله تقدیم هموطنان خواهم کرد. متشکرم که امروز هم با ما بودید، مهربونا مهربون باشید. بسم الله الرحمن الرحيم.